خیلی از ما حتی مسیحیان باور دارن که عیسی مسیح نور جهانه، درسته؟ ولی وقتی که بخوایم اجرا بکنیم یا اونو نمایان بکنیم یا بگیم که واقعا اون کسی رو که ما باور داریم اون نور رو داریم اجرا میکنیم، اون خیلی سخته. ببین مسیح چه چیزی رو میگه؟ مسیح نمیگه که من نور روزهای یک شنبه هستم. من دو تا اصطلاح دارم، مسیحیان توریستی، مسیحیان پروانه‌ای. مسیحیان توریستی که معمولا توریستا چیکار میکنن؟ توریستا میرن شورتکات میزنن، میانبر میزنن، میرن جاهای خوب رو میبینن. اون که توریسته نمیره مثلا داونتاون مثلا لس آنجلس اسکیپ رو راه بره، میره مثلا هالیوود یونیورسال استودیو یا میره نمیدونم جاهای خوب مثلا میره دیزنیلند. توریست‌ها همیشه جاهای خوب رو می‌بینن، جاهای بد رو دوست ندارن ببینن. خیلی از مسیحای امروز چطورن؟ دوست دارن فقط چیزهای خوب کتاب مقدس رو بردن ببینن مال ماست. و مسیحای پروانه‌ای، مسیح پروانه‌ای کیا هستن؟ مسیحا هستن که از این گل میرن اون گل، از اینجا میرن اونجا عشق خوب بشنون، قوی بشن، میرن اونجا دیگه جای خوب بشنون. و اینطور نیست. اگر نور مسیح رو تو زندگی خودمون نداریم، ازدواجمون سخت‌تر میشه، کارمون سخت‌تر میشه. وقتی مسیح میگه وارد زندگی شما میشه و شما از نو متولد میشی و نور مسیح وارد زندگی شما میشه، نور مسیح رو باید در سر موقع کار شما هم مردم ببینن. عیسی مسیح نه فقط ما رو از گناهان خودمون نجات میده، ما رو چیکار میکنه؟ ما رو از خاریکی به نور میاره، ما رو از خاریکی آزاد میکنه. یعنی اگر ما در گذشته راه خودمون رو نمیدونستیم، ببینید توی گذشته خودمون چقدر ما گیج میزنیم. من به این باور هستم و به این ایمان دارم کسایی که عیسی مسیح رو نمیشناسن تو زندگی هدف ندارن، دائما هدفشون رو عوض میکنن. من 16 سالگی به مسیح ایمان آوردم و هدفم همونی بود که روز اول بود، که عیسی مسیح رو جلال بدم. هدفم عوض نشده، حصول زندگیم عوض شده. یه موقع مجرد بودم، الان ازدواج کردم، بعدش کار پیدا کردم، بعدش بچه دار شدم، بعدش ولی هدفم این بود که جلال بدم. اگر کار خوبی رو پیدا کردم، گفتم عیسی مسیح هر کاری که الان دارم انجام میدم برای جلال نام توست. اگر کشورم رو عوض کردم، گفتم خب برم دنبال آرزوام، مسیر رو فراموش کنم، نه میخوام تو رو خدمت بکنم. عیسی مسیح هر جایی که هستی میتونی نور جهان باشی. ترس من فقط اینه، خیلی باور دارن که نور جهانن، ولی وقتی به زندگیشون نگاه میکنیم در اونجا نوری نیست. خیلی اصلا از کلیسا آسیب دیدن به خاطر این که کلیسا و افراد خادمی نور نبودن. این چی میگه مسیح؟ میگه اگه منو انتخاب بکنید، من شما رو چیکار کنم؟ روشن میکنم. ببین تو سر ما همیشه زدن، همیشه گفتن هیچی هستیم، همیشه گفتن ناتی، اجازه نداریم صحبت بکنیم. تربیت ما این بوده، سیستم زندگی ما این بوده، سیستم سیاست ما این بوده، تو اون محیط بزرگ شدیم و گفتن اجازه نداری حرف بزن. من بچه انقلابم، درسته؟ به من گفتن اجازه نداری حرف بزنی. من بچه من با معلمش بحث میکنه، من اجازه نداشتم با معلمم صحبت کنم. همیشه من رو خاموش کردن. مسیح گفته که اگر دنبال من بیایید، تو فکر ما نیست، من شما رو میتونم روشن بکنم. شما اجازه حرف زدن دارید، اجازه زندگی کردن دارید، من میتونم شما رو بلند بکنم که نور باشید، یه چیزی داشته باشید توی دنیای تاریک که باهاش حرف بزنید. از طریق موزیک، از طریق خواندن، از طریق زندگی کردن، از طریق بیزینس، شما میتونید یه کاری برای شما انجام دادم که میتونید مطرح بکنید، نه خودتون رو بلکه من رو از طریق خودتون. امروز مشکل اصلی تو کلیسا گناهه، مشکل اصلی گناه. مردم میان مسیح رو قبول میکنن، نجات پیدا میکنن، بعدش با گناهان خودشون زندگی میکنن. مسیح به خاطر گناهان ما رفت روی صلیب و داوری شد، زجر کشید که ما امروز داوری نشیم. بهش میگن نجات مجانی و فیض خدا، اون چیزی که ما لیاقتش نداشتیم خدا به ما داد. عیسی اومد که نور زندگی ما بشه، چشمای ما باز بشه و ببینیم حقیقت رو. با یه بهبه و چرچه خوشحال نشیم، با یه نمیدونم انتقاد ناراحت نشیم، با یه شکست ناامید نشیم، با یه جدایی فکر نکنیم زندگی تموم شده، با یه ناملایمتی فکر نکنیم همه دنیا
بر علیه ماست. نه فقط تو رو نجات داده، میخواد این نجات خصوصی نیست، مخفی کاری نیست. اگر واقعا نجات پیدا کردید اون رو بعد بگید با افتخار.